اصلا نگران نباشید. خب اما بریم سر وقت جلسه امروز. همونجور که دیدین بچه ها، ما توی دو جلسه گذشته با همدیگه اومدیم در رابطه با محیط ریویت صحبت کردیم، محیطش رو بهتون توضیح دادیم و اولین قدم که مهمترین قدم برای ما بود تعریف کردن لیول ها رو اومدیم به شما آموزش دادیم. کاری که این جلسه میخواییم بیاییم انجام بدیم، میخواییم بیاییم یه دو سه جلسه در رابطه با فرمان وال یا دیوار صحبت کنیم و دیگه کم کم بریم سر وقت بستن یک پروژه و دیگه بر اساس اون پروژه شروع کنیم مطالب بعدی رو به شما درس دادن. زمانی که من بیام اینجا یک فایل جدید رو باز کنم، توی اولین قدم همیشه کاری که شما باید انجام بدید باید بیاین UN رو تایپ کنید تا باز شدن صفحه یونیت بتونیم بیاین واحد نرم افزار رو تعریف کنید. همونجور که به شما گفتم باید همیشه گزینه LED رو روی واحد متر بیاین این قسمت قرار بدین، راندینگ رو روی حالت 2 دسیمال پلیسز این قسمت بذارینش تا دو رقم بعد از اعشار رو به شما نشون بده و گزینه یونیت سیمبل رو روی M قرار بدین تا نماد M رو به شما نمایش بده. زمانی که من اومدم اینجا واحدم رو تعریف کردم، توی مرحله بعدی کاری که من انجام میدم، میام خیلی ساده تکلیف این لیول ها رو مشخص میکنم. من برای لیول ها میتونم بیام اسم بذارم، خب همونجور که به اعتیاد دادم من میتونم بیام این لیول رو تحت عنوان Grand Floor Plan بیام این قسمت تعریف کنم. وقتی که تعریف کردم قطعا شما میتونید این چک مارک رو بذارید تا دیگه این پیغام ظاهر نشه و بعد روی یس کلیک کنید، ولی به دلیل اینکه من کلاس های متعددی دارم دوست دارم که این پیغام برای من ظاهر بشه تا بتونم بیام در رابطه با این صحبت کنم. من بیام لول بعدی رو روی First Floor Plan قرار بدم، کد ارتفاعی رو دوست دارم روی 3 متر و 40 بذارم، مجددا با فعال کردن فرمان لول که شورتکاتش LL بود من بیام اینجا پیک لاین رو بذارم و یه دونه آفست یا کد ارتفاعی 3 متر و 40 براش در نظر بگیرم و خیلی ساده میام اینجا لول بعدی و یا حتی بذار یه لول دیگه هم ایجاد کنم، لول بعدیم رو بیام اینجا قرار بدم. پس بیام اسم این یکی رو روی Second Floor Plan قرار بدم. قبلا هم به شما گفتم که بچه ها این اسامی که شما اینجا تعریف میکنید لزوما نباید مثل من پشت سر هم بیاین بنویسید، یعنی شما ها میتونین بیاین اینجا با زدن اسپیس بیاین این اسامی رو جدا کنید، ولی خب چون من عادت دارم دوست دارم بیاد به این صورت اینا رو قرار بده. حالا که من اومدم این لول ها رو تعریف کردم، کاری که من انجام میدم میرم با رفتن به زیر مجموعه گراند فلور پلان توی این قسمت میخوام بیام اولین فرمان رو به شما درس بدم. زمانی که شما بیاین داخل تب آرشیتکچر، داخل زیر مجموعه این پنل، اولین فرمانی رو که میخوام بهت درس بدم فرمانی هست تحت عنوان فرمان وال. با استفاده کردن از فرمان وال کاری که شما میتونید انجام بدید میتونید بیاین دیوار ترسیم کنید. اگر دیوار شما یک دیوار معماری، دیوار معماری یعنی چی بچه ها؟ یعنی یک دیواری که نقش سازه‌ای نداره، یک دیوار پارتیشن یا جدا کننده است، از وال آرشیتکترال میاین استفاده میکنید. اکثر دیوارهایی که امروزه توی ساختمان ها داره کار میشه همین جنس وال آرشیتکتراله، یعنی اگر که شما تصمیم گرفتید این دیوار رو تخریب کنید و جلوتر قرارش بدین این کار براتون امکان پذیر خواهد بود. دیوار نوع دومی که داریم اینجا وال استراکترال هست این قسمت، تا با استفاده کردن از اون ما بتونیم دیوارهای سازه‌ایمون رو بیایم مدل سازی کنیم. دیوارهای سازه‌ای شامل دیوارهای بارور، دیوارهای برشی، دیوارهایی که نقش سازه دارن رو میتونیم اینجا مدل سازیشون کنیم، یعنی با خراب کردن اون دیوار قطعا ساختمان شما و سازه شما آسیب خواهد دید. اما نوع سوم دیواری که داریم وال بای فیس که بر اساس مس مدلینگ اون مدل سازی های مسی که میتونیم بیایم انجام بدیم که میتونیم بیاین از این دیوار استفاده کنیم که راجبش بعدها میایم صحبت میکنیم و یه گزینه وال سویپ و وال ریویل هم اینجا وجود داره که با استفاده کردن از وال سویپ میتونیم یک سری الحاقیاتی به دیوارتون اضافه کنید، مثل قرنیز، گچبری، نمیدونم مثل سنگ ازاره و خیلی چیزای دیگه، و گزینه ریویل هم دقیقاً عکس سویپ عمل میکنه، یعنی یه سطح مقطع رو از دیوار میاد برای شما کم میکنه که راجع به همه اینها صحبت خواهیم کرد.
زمانی که من داخل تب آرشیتکچر باشم، اگر روی آیکون وال بیام کلیک کنم، برای من دیوار معماری رو میکشه، مگر اون که با باز کردن فلش زیرش من از اینجا بیام وال استراکچرال رو انتخاب کنم. اما زمانی که من داخل زیر مجموعه استراکچر باشم، اگر روی آیکون وال بیام کلیک کنم، برای من اون دیوار سازه‌ای یا وال استراکچرال رو میاد ترسیم میکنه، مگر اون که با کلیک کردن روی فلش زیرش من بگم یک دیوار معماری رو برای من بیا ترسیم کن. وقتی که شما میخواین بیاین از فرمان وال استفاده کنید، همیشه باید بیاین از شورتکات ها یا کلید های میونبر استفاده کنید. پس برای همین، برای فعال کردن فرمان وال، کاری که من میام انجام میدم، میام از شورتکات وال یعنی حرف های اولش W و A استفاده میکنم. زمانی که من تایپ کنم WA، اتفاقی که میفته، فرمان وال برای من فعال میشه. و الان که فرمان وال برای من فعال شد، ببین این قسمت بالا رو که نگاه کنی، پنل درا رو که ببینیم، ما میتونیم دیوارمون رو با استفاده کردن از این همه روش مختلف میتونیم بیاییم دیوارمون رو ترسیم کنیم، دیوارمون رو به صورت خطی، مستطیلی و حالتهای دیگه که امروز میخوام بیام راجع بهش صحبت کنم. اولین حالتی که داخل پنل درا برای من اومده گذاشته، حالت لاینه، یعنی همون حالت خطیه، یعنی من با مشخص کردن دو نقطه میتونم بیام دیوارم رو ترسیم کنم. زمانی که من بیام اینجا مثلا نقطه اول رو بیام کلیک کنم، موس رو میارم جلو، نقطه دومی که کلیک کنم، این دیوار برای من ترسیم شد. تا زمانی که فرمان وال فعال هسته، من میتونم بیام با کلیک کردن به سادگی بیام اینجا دیوارم رو به این صورتی که داری میبینی ترسیمش کنم، تحت هر زاویه و هر طولی که بخوام میتونم بیام ترسیمش کنم. وقتی که کارم به اتمام رسید و نیاز داشتم که از فرمان خارج بشم، همه شما میدونید که با زدن کلید ESC کیبورد یا همون کلید اسکپ، من به سادگی میتونم بیام از فرمان خارج بشم. قبلا به شما گفتم که بعضی از فرمان ها توی نرم افزار ریمیت با زدن یک بار اسکپ از فرمان خارج میشن و بعضی از فرمان ها با زدن دو بار اسکپ از فرمان خارج میشن. زمانی که تو داری وال رو اینجا ترسیم میکنی، اگر که کلید اسکپ رو بزنی، اینجا کارش رو تمام میکنه، اما از فرمان وال خارج نمیشه و تو باز میتونی بیای یه دیوار دیگه، یه گوشه دیگه شروع کنی اینجا ترسیم کردن. اما اگر با زدن اسکپ از فرمان خارج شدم و دیگه نخواستم ادامه بدم فرمان وال رو، فقط کافیه که من کلید ESC رو مجدداً بزنم. پس برای خارج شدن از فرمان نیاز هست که من بیام دو مرتبه اسکپ رو بزنم. گرفتین چی شو؟ زمانی که فرمان وال فعال باشه، من میتونم بیام شروع کنم اینجا دیوار رو ترسیم کردن. وقتی که من نقطه اول رو بیام کلیک کنم، دارم دیوار رو ترسیم میکنم. این قسمت بالا یه عدد رو داره اینجا به شما نشون میده. این عددی که داری اینجا میبینی، ما به این عدد میگیم temporary dimension، یعنی dimension رو به صورت موقت داره اینجا به شما نشون میده. من میتونم بیام یه دونه دیوار به طول 3 متر داشته باشم، خب کلیک میکنم، خیلی هم عادی، خط رو میارم بالاتر، یک دیوار به طول 2 متر میخوام داشته باشم، خب خیلی هم عادی، میام اینجا تحت یک زاویه، مثلا فرض کن یک زاویه 45 درجه میخوام دیوار رو ترسیم کنم. اگر که بیایی توی این قسمت temporary dimension، این بغل دستش، این گوشه بیایی نگاه کنی، داره زاویه رو به شما نشون میده. مثل اتوکد نیست بنویسی مثلا طول در زاویه، یه ادساینم بذاری اولش، نه، اینجا با جا به جا کردن موس زاویت رو میایی مشخص میکنی. وقتی زاویت این قسمت مشخص شد، طولت رو هم مشخص میکنی یا کلیک میکنی. مجددن طولم رو مشخص میکنم، کلیک میکنم، مجددن طول و زاویم رو مشخص میکنم و به سادگی کلیک میکنم و ترسیماتم رو انجام میدم. اگر در زمان ترسیم کردن دیوار نیاز داشتی که مقادیر عددی رو وارد کنی، چیکار میکنی؟ خب من میام نقطه اول رو کلیک میکنم، وقتی که دارم این دیوار رو میارم جلو، تصمیم میگیرم که دیوار من به اندازه 4 متر و 5 سانتی متر بیاد جلو. خب temporary dimension 4 متر و 5 رو به من این قسمت نشون نمیده، من چیکار میکنم؟ من زاویم رو درست میکنم. زمانی که زاویه دیوارم درسته،
فقط میام تایپ میکنم، میذارم چقدر؟ 4 متر و 5 سانتی متر. اینتر رو که بذارم دیوار من ترسیم میشه. موس رو میارم به سمت پایین، میخوام از این ور به اندازه 5 متر بره، تایپ میکنم 5، اینتر. موس رو میارم این ور، میخوام از این ور به اندازه 6 متر بره، تایپ میکنم 6، اینتر. و باز میتونم بیام همینجور ذره ذره کار رو بیام همینجور ادامه بدم. پس من میتونم بیام با مشخص کردن زاویه طولش رو بیام تایپ کنم. خیلی آسونه. اوکیه. نکته بعدی که در رابطه با ترسیم کردن دیوار باید بدونی اینه که آقا وقتی من دارم ترسیم میکنم، اگر خواستم طول این دیوار همراستا با طول این دیوار بالایی بشه چی کار میکنم؟ خب من طول دیوار بالایی رو نمیدونم چقدره، چی کار میکنم؟ موس رو همینجور حرکت میدم، به محضی که به دیوار بالایی نزدیک بشم خودش میاد اکستنشن میکنه. مثل اتوکد نیست که بیای از اینجا بکشی بیاری تا پایین. متوجه شدی چی شد؟ خودش میاد به صورت اتومات برای شما ادامه میده. من بیام این قسمت هم کلیک کنم و در نهایت دیوار من به این صورت ترسیم شد. حله. زمانی که شما دارید دیوار رو ترسیم میکنید باید یادت باشه که فعلا ضخامت دیوار رو شما نمیتونی بیای تغییر بدی. بعدن با مشخص کردن لایه های مختلف من میتونم بیام ضخامت دیوارم رو از اینجا تغییر بدم. من میتونم دیوارم رو با استفاده کردن از حالت لاین به صورت خطی ترسیم کنم، یا با استفاده کردن از حالت رکتانگل به صورت مستطیلی یا مربعی شکل بیام ترسیمش کنم. زمانی که من حالت رکتانگل رو اومدم انتخابش کردم، کاری که من میتونم بیام انجام بدم نقطه اول رو کلیک کنم، بیام اینجا طول و عرضش مشخصه و بیام کلیک کنم. زمانی که تو داری از حالت رکتانگل استفاده میکنی یادت باشه که در زمان ترسیم نمیتونی مقادیر عددیش رو بیای تغییر بدی. همیشه اول ترسیم میکنی، وقتی که ترسیم کردی به سادگی روی مقادیر عددی کلیک میکنی و شروع میکنی به ویرایش کردن. مثلا من میتونم بیام اینجا کلیک کنم، بگم این به اندازه مثلا 6 متر باشه، روی این بیام کلیک کنم و بگم این به اندازه 3 متر باشه یا این به اندازه 1 متر باشه. پس من میتونم با تغییر دادن این مقادیر عددی به سادگی طول و عرض مستطیل رو مشخص کنم. گرفتینش چیشو؟ وقتی که شما مستطیل رو دارید ترسیم میکنید یادت باشه یه سری ابعاد و اندازه مثل حالت قبل اگه بهت نشون داد از اونجا میتونی تغییر بدی. اما اگر من بیام کلید اسکپ یا ESC کیبورد رو بیام بزنم و از فرمان خارج بشم، چطور میتونم بیام طول و عرض این دیوار رو تغییر بدم؟ زمانی که من بیام اینجا روی این دیواره بیام کلیک کنم یا روی این دیواره بیام کلیک کنم، داره الان طولش رو من نشون میده چقدره؟ 6 متر و 60. من روش بیام کلیک میکنم، میگم به اندازه 5.5 متر باشه، اومد برای من دیواری رو که انتخاب کردم رو اوورد به سمت پایین. نکته قشنگ، اگر میخوام این دیوار جا به جا بشه و به سمت این دیوار حرکت کنه یا دورتر بشه، باید این دیوار رو سلکت کنم من و طولش رو از اینجا بیام تغییر بدم تا این دیوار برای من جا به جا بشه. پس هر دیواری رو که من انتخاب کنم دقیقا همون دیوار رو میاد برای من حرکت میده. متوجه شدین چه اتفاقی افتاد؟ خیلی نکته مهمی بود. زمانی که شما فرمان وال رو فعال کنید، حالت‌های دیگر رو برای ترسیم کردن دیوار گذاشته. مثل حالت چی؟ مثل حالت پولیگون یا چند ضلعی که یه دونه از این پولیگون‌ها به صورت محیطیه و یکی دیگرش به صورت محاطیه. یکیش محیط دایره است، یکیش محاط بر دایره است، یکی داخل دایره است، یکی بیرون از دایره است که من میتونم ترسیم کنم. وقتی که من بیام یکی از اینها رو انتخاب کنم، من میتونم بیام به سادگی با کلیک و درگ شروع کنم اینجا به ترسیم کردن. زمانی که دارم ترسیم میکنم زاویه‌اش رو باید مشخص کنم و اینجا شعاع دایره رو براش مشخص میکنیم. مثلا یک شعاع 2.5 متری داره، تایپ میکنی 2.5، اینتر. به همین سادگی. از کجا بتونیم تعریف کنیم که چند ضلعی ما 6 ضلعی نباشه، 8 ضلعی باشه؟
هفت‌ضلعی باشه چیکار میکنم؟ ببین این پنل پایینی رو که تو داری میبینی، این نواری رو که داری این قسمت میبینی، نوار سیتینگ من اسمش رو گذاشتم که اینجا برای ما نوشته مودیفای. این نوار سیتینگی رو که داری این قسمت میبینی، این نوار سیتینگ کارش تنظیم کردن همین کاراست. زمانی که دارم از حالت پولیگون استفاده میکنم، اگر من بیام این قسمت سایز 6 رو تغییر بدم بزنمش روی 8، میاد برای من 8 ضلعی میکشه. وقتی که من قرار شدم روی 8، به سادگی کلیک و درگ کنم، میاد برای من به صورت 8 ضلعی ترسیم میکنه. به همین آسونی. متوجه شدین چی شو؟ من میتونم بیام با استفاده کردن از حالت بعدی که وجود داره، بیام به سادگی باز هم پولیگون بکشم، اما این دفعه محاط بر دایره. زمانی که بیام انتخابش کنم، دوباره تعداد اضلاعش رو مشخص میکنم، با کلیک و درگ ترسیمش میکنم، اگر قرار عدد وارد کنم عدد رو وارد میکنم و به سادگی میام اینتر میزنم. پس میتونم بیام به این صورت ترسیمش کنم. روش ترسیم بعدی که داره به من میده، حالتی از تحت عنوان حالت سیرکل یا دایره شکل. من به سادگی میتونم بیام با کلیک و درگ یه دونه دایره رو بکشم. وقتی که دایره رو ترسیم میکنی، یادت باشه که این دایره‌ای که تو ترسیم کردی رو اومده به وسیله دو تا نیم دایره ترسیم کرده. یعنی بعداً میتونی بیای یکی از اینها رو مثلا انتخاب کنی و به سادگی بیای حذفش کنی. حالت بعدی که اینجا براتون گذاشته، حالتی از تحت عنوان Start End Radius Arc که داری میبینی. کارش چیه؟ کارش اینه که آقا میاد کمان برای شما میکشه. اگر فرض کن من بیام الان این دیوار رو حذف کنم، زمانی که فرمان وال رو بیام اجرا کنم و بیام سر وقت گزینه Start End Radius Arc که وجود داره، نقطه اول و نقطه دوم رو براش مشخص کنم، حالا میتونم با مشخص کردن دو نقطه مرکز دایره رو براش ببینم. بچه ها کمان چیه؟ کمان بخشی از یک دایره است. دایره یه دونه شعاع یا مرکز داره. وقتی که من طول این خط رو براش اومدم مشخص کردم، با جا به جا کردن اون، دقیقاً این نقطه اینجا رو ببین، دقیقاً این نقطه همون نقطه‌ای هست که در واقع میاد چیکار میکنه، داره مرکز دایره رو به شما نشون میده. و من میتونم بیام با جا به جا کردن این به سادگی مرکز دایره‌ام رو مشخص کنم و اینجا بیام کلیک کنم. یا اگر که من بیام نقطه اول و دوم رو بدم، به سادگی میتونم بیام اینجا کلیک کنم. به همین آسونی. تا زمانی که من از فرمان خارج نشم، داره با همین روش برای من ترسیم میکنه. یعنی من باز میتونم بیام اینجا یه دونه کمان داشته باشم، باز میتونم بیام اینجا یه دونه کمان داشته باشم. اگر در زمان ترسیم تصمیم گرفتم که ادامه ترسیماتش با استفاده کردن از لاین باشه، اگر روی لاین بیام کلیک کنم، خودش به صورت اتومات ادامه ترسیمات رو برای من با لاین میاد میکشه. و اگر باز خواستم به صورت آرک باشه، میاد برای من ادامه ترسیمات رو برای من آرک میکشه. اما اگر یک دفعه خواستم که حالت رکتانگل باشه، دیگه رکتانگل با ادامه دادن این خط سنخیتی نخواهد داشت، پس میاد دیگه اونجا دیوار رو کات میکنه. فهمیدینش؟ گزینه بعدی که ما اینجا داریم، گزینه تحت عنوان Center End Radius. این گزینه Center End Arch در واقع کارش چیه؟ در واقع کارش اینه که میاد با نقطه اول مرکز کمان رو مشخص میکنه، یا همون مرکز دایره رو مشخص میکنه. شعاعش رو من میتونم مشخص کنم یا عدد وارد کنم. وقتی که اینتر رو بزنم، به سادگی دارم الان طول کمان رو مشخص میکنم. پس من میتونم بیام طول کمان رو الان با کلیک کردن مشخص کنم. گرفتین چی شد؟ دوباره بهت میگم، من میام مرکز کمانم رو مشخص میکنم. زمانی که من مشخص کردم، میام اینجا کلیک میکنم و الان با حرکت دادن موز دارم مشخص میکنم که طول کمان چقدر باید باشه. به همین آسونی. گرفتینش چی شو؟ من با استفاده کردن از گزینه بعدی، یعنی گزینه تانجنت اند آرک، میتونم یک کمانی رو ایجاد کنم به گونه ای که توی نقطه شروع تقریبا ما شکستگی نداشته باشیم. زمانی که شما از این گزینه تانجنت اند آرک داری استفاده میکنی، اول از همه هر جا که کلیک کنی نمیتونه بیاد برات ترسیم کنه. میبینی هیچی ترسیم نمیکنه. باید در ادامه یک دیوار بیاین ترسیمش کنید. مثلا وقتی که من این نقطه رو بیام کلیک کنم، داره در ادامه این دیوار برای من یک کمان ترسیم میکنه.
میکنه، کمانی رو برات ترسیم میکنه که توی نقطه شروع شکستگی نگاه کن نداری. اینجا اگه من بیام ادامش بدم نگاه کن، توی نقطه های شروع من ما این قسمت ها تقریبا شکستگی میتونیم نداشته باشیم. تنها نقطه شکستگی که ما داریم توی این قسمت مربوط به آخرین نقطه، یعنی انتهایی ترین نقطه ما، این قسمت شکستگی داریم، وگرنه توی مابقی این وقتی که ادامش بدی میبینی هیچ شکستگی وجود نداره. حله؟ با استفاده کردن از گزینه بعدی، یعنی گزینه فیلت آرک، کاری که من میتونم بیام انجام بدم، میتونم بیام دیوارامو فیلت کنم، یعنی گوشه های کار رو گرد کنم. همه این شما که با اتوکد کار کردین میدونین که ما با استفاده کردن از فرمان فیلت گوشه های کار رو میایم گردش میکنیم. زمانی که من بیام گزینه فیلت آرک رو انتخاب کنم، من میتونم بیام به سادگی با مشخص کردن روی دیوار اول و دیوار دوم به سادگی بیام این گوشه رو فیلتش کنم، یا در واقع گردش کنم. زمانی که من میام اینجا کلیک کنم، این گوشه دیوار برای من فیلت شد. گاهی وقتها بچه ها به اشتباه میان اینجا، فکر میکنن قراره چشم مورچه جراحی کنن، اینقدر زوم میکنن چون میخوان یه کوچولو فیلتش کنن. نه آقا جان، فرقی نمیکنه که تو اینجا کلیک کنی یا اینجا یا اصلا اینجا، هر جا که کلیک کنی کل این دیوار سلکته، هر جا که کلیک کنی کل این دیوار سلکته. وقتی که من بیام دوتاش رو انتخاب کنم، من به سادگی میتونم بیام با استفاده کردن از فرمان فیلت به سادگی بیام فیلتش کنم. گرفتین چه اتفاقی افتاد اینجا؟ اگر زمانی که داری فیلت میکنی از محدوده خارج بشی، البته ضربدر رو اینجا بهت نشون میده، میبینی؟ البته ورود ممنوع، ضربدر نه، ورود ممنوع رو نشون میده، یعنی وقتی من اینجا کلیک کنم فیلت نمیکنه. متوجه شدی چی شد؟ پس در نتیجه زمانی که داری از فیلت استفاده میکنی، یادت باشه باید بیاریش مثلا این جلو هر گوشه ای که میخوای کلیک کنی، یا این که میتونی بیای به سادگی مقادیر عددی هم اینجا وارد کنی. حالا به چه صورت؟ بهت میگم. یه زمانی هست توی یک پروژه‌ای شما میخواین تمام این گوشه های کار رو به یک میزان مشخص بیاین فیلتش کنین. پس برای همین کاری که شما انجام میدید با استفاده کردن از گزینه رادیوسی که این قسمت بهت میده، رادیوس یا شعاعش رو میایین مشخص میکنی. الان که رادیوس یا شعاع من مشخص باشه، وقتی که من نقطه اول و دوم رو میام کلیک میکنم، داری میبینید دقیقا مثل هم با همون شعاع میاد برای من فیلتش میکنه. گرفتین چه اتفاقی افتاد؟ صفحه من شلوغ پلوغه، چیکار میکنم؟ فعلا سلیکت میکنم همه این در دیوارا رو میام دیلیت کنم. بریم سراغ دیوار بعدی. دیوار بعدی که میخوام بیام ترسیم کنم حالتی از تحت عنوان الیپس که با استفاده کردن از اون میتونیم بیاین یک بیزی بکشیم. فقط کافیه که من بیام نقطه اول رو کلیک کنم، نقطه دوم رو کلیک کنم که شعاع بیزی رو مشخص کنم. زمانی که مشخص کردم، طول بیزی رو مشخص میکنم، با کلیک کردن یا وارد کردن مقادیر عددی به سادگی بیزی برای من ترسیم میشه. حله؟ من میتونم بیام با استفاده کردن از حالت بعدی یه دونه نیمه بیزی بکشم. زمانی که من از این بیام استفاده کنم، باز با مشخص کردن نقطه اول و دوم طول بیزی و بعد از اون میتونید عرضش رو مشخص کنید و کلیک کنید و میاد برای شما یک نیمه بیزی میکشه و باز به کارش ادامه خواهد داد. حل تا اینجا؟ یه زمانی هست که توی پروژه‌تون یه سری خطای دو بعدی دارید، مثلا یه دونه فایل رو از کد آوردی توی ریویت و میخوای روی اون شروع کنی به دیوار کشیدن. زمانی که من بخوام بهت نشون بدم، فرض کن من بیام با فعال کردن فرمان لاین، یعنی زدن LI، من بیام یک تعدادی خط دو بعدی رو ترسیم کنم. دقت کنین که من الان اینجا دارم یک تعدادی خط دو بعدی رو اینجا میکشم. این خطهای دو بعدی که من دارم رو چطور باید تبدیلشون کنم به دیوار؟ ما یک گزینه‌ای داریم اینجا تحت عنوان پیک لاین که با استفاده کردن از پیک لاین این کار رو میتونم انجام بدم. زمانی که من پیک لاین رو انتخاب کنم و موس رو بیارم روی این خط، خط رو برای من نگاه کن به صورت پری سلکت داره نشونش میده. زمانی که من کلیک کنم دیوار رو میاد برای من میکشه.
کاری به این نداشته باش که الان مرکز دیوار رو روی خط قرار داد یا اینکه نمیدونم پایین دیوار یا بالای دیوار. اینو یه چند دقیقه دیگه بهت یاد میدم، اما علل حساب دیوار رو برای من اینجا قرار داد. اگر که قرار باشه کل این مسیر اینجا همش یک دفعه تبدیل به یک دیوار بشه و نیازی به کلیک کردن های زیاد نباشه، کاری که من میتونم بیام انجام بدم خیلی ساده، با زدن کلید تب میتونم بیام کل مسیر رو انتخاب کنم. پس در نتیجه زمانی که من موس رو بیارم روی این خط و کلید تب رو بزنم، کل مسیر انتخاب میشه و الان که من بیام کلیک کنم، کل مسیر اومد برای من دیوار کشید. یادش گرفتین چیکار کردم من؟ فرض رو بر این بذار که من بیام با استفاده کردن از فرمان وال یه دونه دیوار کوچیک رو بیام اینجا ترسیم کنم و بیام اینجا یه دونه دیوار چند ضلعی کوچیک رو هم این قسمت ترسیم کنم و مثلا فرض کنیم که بخوام بیام الان با استفاده کردن از حالت لاینش، مهم نیست کجا کل است، بیام یه دونه دیوار دیگه هم اینجا بکشم. زمانی که من نیاز داشته باشم که بیام با استفاده کردن از فرمان آفست بیام از دیوارهام فاصله بدم، فرمان آفست چیکار میکرد برای ما بچه‌ها؟ برای ما میومد یک فاصله ایجاد میکرد. من میخوام با استفاده کردن از فرمان آفست یک دیوار دیگر رو دور تا دور این و یک دیوار دیگر رو دور تا دور این با یک فاصله مشخص ایجاد کنم. چیکار باید انجام بدم؟ خیلی ساده، دو تا روش میخوام بهت یاد بدم. اینو ولش کن، بذار این کج و کلش رو از اول بکشمش. من مجددم فرمان وال رو فعال کنم، بیام اینجا، اینم بیام ترسیمش کنم. زمانی که شما فرمان وال رو دارید فعال میکنید، راهکار اولی که دارید اینه که بچه ها من میتونم بیام خیلی ساده با انتخاب کردن روش ترسیمم بیام داخل قسمت آفست یک فاصله براش ایجاد کنم. مثلا یک فاصله 60 سانتی متری رو براش ایجاد میکنم. وقتی که فاصله 60 سانتی متری رو روی حالت رکتانگل ایجاد کردم، میتونم موس رو بیارم روی نقطه اول کلیک کنم، موس رو بیارم روی نقطه دوم، دقیقاً یه آفست 60 سانتی متری نسبت به این دو نقطه گرفت. متوجه شدین چیکار کردم من؟ اگر که من نیاز داشته باشم که این دیواری که الان برای من آفست گرفته و افتاده بیرون بیفته به سمت داخل، چیکار میکنم من؟ کلید اسپیس رو میزنم، هر کجا که درست بود کلیک میکنم و دیوار برای من ترسیم میشه. یادش گرفتین چی شو؟ راهکار دومی که من میتونم بیام اینجا استفاده کنم، استفاده کردن از گزینه پیک لاینه. زمانی که گزینه پیک لاین رو انتخاب کنم و موس رو بیارم مثلا روی دیواره اینجا، همونجوری که داری میبینی با جابجا کردن موس من به سمت بالا یا پایین داره برای من اون آفست یا فاصله رو به سمت داخل یا بیرون دیوار برای من ایجاد میکنه. هر کجا که من بیام کلیک کنم برای من میاد این دیوار رو ایجاد میکنه. متوجه شد این چی شد؟ من میتونم بیام خیلی ساده کاری که انجام بدم، اگر که بخوام این دیوار من در طول کل مسیر به سمت بیرون آفست بگیره، اول موس رو میارم جایی که آفستش رو به سمت بیرون بندازه و دوم با زدن کلید تب من میام این رو چند بار میزنم که جا به جا بشه و کل مسیر رو انتخاب کنه. حالا که کل مسیر رو انتخاب کرد، کلیک میکنم و دیوار ترسیم میشه. یاد گرفتین چی شو؟ اگر من بخوام این چند ضلعی من با آفست یک متری بیاد در طول کل مسیرش برای من بیاد اینجا دیوار رو ترسیم کنه، چیکار باید انجام بدم؟ به من یاد بدین چیکارش کنم؟ اول فرمان وال رو فعال میکنم، دوم روش ترسیم رو قرار میدم روی چی؟ پیک لاین. سوم چیکار میکنم؟ موس رو میارم روی دیوار انتخاب نمیکنم. دقت کنید، توی نرم افزار ریویت شما چند روش انتخاب دارید. وقتی که موس میاد روی این دیوار و هایلایت میشه، به این روش ما میگیم پری سلکت، یعنی چی؟ قبل از سلکت شدن. وقتی کلیک میکنم چی میشه؟ سلکت میشه. زمانی که فرمان وال فعال و منم پیک لاین رو گرفتم و آفستم و اومدم یک متر یک و نیم متر رو اینجا دادم، موس رو که بیارم اینجا حالت پری سلکته. خب حالا آفست هم میخوام به سمت داخل یا بیرون باشه، درست شد؟
مرحله بعدی چیکار کنم کل مسیر رو انتخاب کنه؟ کلید تب رو بزنم. یک بار که بزنم نمیشه، دو بار بزنم نمیشه، سه بار بزنم، ده بار بزنم نمیشه. چرا؟ ببین ریویت از این دوستبازی ها زیاد داره. الان چرا این اتفاق نیفتاد؟ دوباره تست کنیم. من آفست رو میدم یک متر، چشت اینجا باشه، تب رو میزنم چی میشه؟ متغیر رو انتخاب میکنه. فهمیدی؟ زمانی که یک متغیر رو وارد میکنی هنوز دیگه چشمک زنه. ببینی؟ یعنی هنوز میتونی مقادیر عددی رو اینجا تغییر بدی. مثلا این رو بیارم اینجا بشه 1.5 متر، یا مثلا این رو بیارم اینجا بشه همون 1 متر، اینتر رو بزنم. برای اینکه من بخوام از اون تکنیک تب استفاده کنم، یه بار پن میکنم، این متغیر از حالت انتخاب در بیاد. پن کردم. خب چجوری پن کردم؟ غلطک موس رو فشار دادم داخل و نگه داشتم. زمانی این رو نگه داشتم میتونم این صفحه رو جابجا کنم دیگه، پن کنم. یک بار پن کردم که این متغیر از حالت انتخاب در بیاد، حالا موس رو میارم اینجا و به گفته شماها چند بار تب رو میزنم که مسیر رو دور تا دور نشون بده. حالا که من کلیک کنم تموم میشه میده. گرفتینش چی شو؟ آیا این امکان برای من وجود داره که من الان آفستم به سمت داخل، تب رو بزنم اینجا بیافته مثلا به سمت داخل، خب بخوام بیاد برای من چیکار کنه؟ آفست رو بعد بندازه برام به سمت بیرون. چنین امکانی برام وجود داره؟ نه. همون اول تکلیف داخل یا بیرونش رو مشخص کن. میتونی مثل من، مثل الان با جابجا کردن موس این رو تغییر بدی، ولی بهتره همون اول تکلیف آفست بیرون یا داخل رو مشخص کنی و بعد انجامش بدی. گرفتینش چی شو؟ روش بعدی ترسیم کردن دیوار، حالتی از تحت عنوان حالت پیک فیس. این حالت پیک فیس که داری میبینی کاملا شبیه به همون حالت مس مدلینگی هست که این قسمت داشتیم، یعنی گزینه وال وای فیس، که دقیقا شبیه به همین حالتی که داخل قسمت مسینگ اند سایت هم برای ما وجود داره. قضیهش چیه بچه ها؟ چه اتفاقی اینجا افتاده؟ قضیهش اینه که ببین توی ریویت هر فرمان رو چند جای مختلف ممکنه بیاد به تو نمایش بده، همشون یک کار میکنن، چون فرامین سلسله مراتبی هستن، ممکنه بیاد یک فرمان رو توی چند نقطه مختلف به تو نشون بده، همش یک کار میکنه، مربوط به مس مدل این که کاری به الان نداره. یادش گرفتین چی شو؟ زمانی که شما توی ریویت دارید دیوار ترسیم میکنید، من الان کجا؟ توی گراند فلور پلانم هستم. وقتی دارم دیوار رو ترسیم میکنم، دیوار منو چند بعدی داره میکشه؟ دیوار من رو داره به صورت دو بعدی میکشه. اما سوالی که از تو دارم، آیا این دیواری که به صورت دو بعدی داره ترسیم میشه در واقع یک دیوار کاملا سه بعدیه یا نه؟ یا ما فقط داریم دو بعدیش رو میکشیم؟ ها؟ این درسته یا این؟ یه دیوار سه بعدیه. پس در واقع این صحبت اشتباهیه که فکر کنی توی ریویت دو بعدی‌ها رو جدا میکشی و بعد بری سه بعدیشون میکنی. نه، اون کار اتوکد و 3D Max و نرم افزارهای دیگه است. اینجا وقتی تو داری وال میکشی اسمش روشه. وال چیه؟ دیواره. دیوار حجم داره. درست شد؟ سوالی که اینجا الان پیش میاد اینه که آقا این دیواری که من دارم الان ترسیم میکنم، این دیوار من الان ارتفاعش چقدره؟ ما که اصلا ارتفاع براش مشخص نکردیم. زمانی که شما فرمان وال رو فعال میکنید، داخل صفحه مودیفای ام پلیس والی که این قسمت وجود داره و روش ترسیم رو مشخص میکنی، با استفاده کردن از این گزینه هایت یا ارتفاع میتونی بیای ارتفاع دیوارت رو مشخص کنی. من میگم ارتفاع دیوار من 3 متر و 40 باشه و بیام دیوارم رو الان ترسیم کنم. یا اینکه من میتونم بیام خیلی ساده بگم آقا جان هایت یا ارتفاع دیوار من به جای 3 متر و 40 قرار بگیره روی فرست فلور پلان. یعنی چی؟ یعنی ارتفاع دیوار من رو تا جایی بالا ببر که به لول فرست فلور پلان ما برسه. زمانی که من این کار رو بیام انجام بدم، میتونم بیام به سادگی یه دونه دیوار رو داشته باشم که ارتفاع دیوار من به فرست فلور پلانمون برسه. اگر من وارد نمای نورت بشم و بخوام اینها رو نگاه کنم چی میبینم؟ نگاه کن، این شکلیه. این دیوار همون دیوار اولیه‌ای بود که من اصلا ارتفاعی براش تعریف نکرده بودم.
اما این دو تا دونه دیواری که اینجا داریم دیوارهایی بودن که من الان اومدم تعریف کردم. حالت اول رو اومدیم گفتیم دیوارمون به کد ارتفاعی 3.40 متر برسه و حالت دوم گفتیم دیوارمون برسه به فرست فلور پلان. تفاوت این دو تا چیه؟ دقیقاً. ببین هر دو تاش چسبیده. درسته؟ اما یکی رو ما وصل کردیم به فرست فلور پلان، به لولی که ایجاد کردیم. دومی رو فقط گفتیم برسه به کد ارتفاعی 3.40 متر. این یعنی اینکه اگر من لولم رو اینجا قرار بدم روی 5 متر، اتفاقی که میفته ارتفاع دیوار من میشه 5 متر، ولی این هنوز 3.40 متر باقی مونده. پس در نتیجه الان شما یاد گرفتی که وقتی میخوای یک دیوار رو ترسیم کنی، حتما باید مشخص کنی، بگی آقا جان دیوار من ارتفاعش به کجا باید برسه، یا اگر که بخوای مقادیر عددی رو وارد کنی از گزینه unconnected استفاده میکنی که ارتفاع دیوارت رو بتونی از اینجا تعریف کنی. یادش گرفتین چی شو؟ خیلی مهمه. من با استفاده کردن از height میتونم ارتفاع دیوار رو مشخص کنم. با استفاده کردن از گزینه دپ میتونم چه چیز دیوار رو مشخص کنم؟ عمق دیوار رو. بگم این دیوار به سمت بالا بشه 3.40 متر یا از اینجا بره به سمت پایین. زمانی که من دپ رو بیام الان انتخاب کنم، وقتی که من انتخابش کنم یه پیغام داره اینجا به من میده. پیغامی که داره به من میده چیه؟ داره میگه آقا جان این دیواری که تو داری میکشی داره از گراند فلور پلنت داره پایین‌تر میره، یعنی به اندازه 3.40 متر میره پایین‌تر. من دوست دارم بیام داخل نمای فرست فلور این دفعه این کار رو انجام بدم. الان که اومدم تو نمای فرست فلور پلنم، یعنی یک لول بالاتر، یعنی اینجا. وقتی که اومدم این قسمت، فرمان وال رو من فعال میکنم. حالا که من فعال کردم، گزینه هایت یا ارتفاع رو روی گزینه دپ میام قرار میدم و میگم دیوار رو به عمق مثلا 2 متری برسون. حالا که من گذاشتمش روی 2 متر و بیام دیوارم رو ترسیم کنم، این دیوار به این صورت ترسیم میشه. اما نگاه، دیواری که ترسیم شده کم رنگ دیده میشه، یا گاهی وقتها کلن اینجا دیده نمیشه. اگر دیوار ترسیم کردی این بغل یه صفحه زرد رنگ رو بهت نشون داد که همون وارنینگ یا اخطار باشه، داره بهتون صفحه زرد رنگ میگه آقا دیوارت رو توی فرست فلور پلان نمیتونی ببینی. چرا؟ چون رفته به پایین. متوجه شدی؟ و اگر دیوارت رو دیدی و کم رنگ بود، به معنی اینه که آقا این دیوار کجا ترسیم شده؟ از اینجا به سمت پایین، مربوط به طبقه پایینی میشه. فهمیدین چه اتفاقی افتاد؟ پس در نتیجه زمانی که من فرمان وال رو بیام فعال کنم، میتونم بیام این گزینه هایت یا ارتفاع رو به گزینه دپ یا عمق تغییر بدم. اینجا هم برای من توضیح داده. یادت باشه این صفحه زرد رنگ اسمش وارنینگه. وارنینگ همون پیغامی هسته که به شما میده و شما میتونی به کارت ادامه بدی. اما ارور همون پیغامی بود که کار رو متوقف میکرد. الان توی وارنینگ داره بهت میگه که آقا جان عمق 2 متری، یعنی به اندازه -2 متر بره به سمت پایین. متوجه شدی چی شد؟ یعنی من دیوار رو از اینجا تا اینجا بکشم، دیوار من رفت پایین. کجاست دیوار؟ مگه من ترسیمش نکردم؟ چرا؟ اما توی گراند فلور پلان هم دیده نخواهد شد، چون رفته از اینجا به سمت پایین. متوجه شدی چی شد؟ اما معمولا زمانی که شما میخواید دیوار رو ترسیم کنید، همیشه، یعنی میتونم بگم شاید 99% اوقات، 100% اصلا، از این گزینه هایت یا ارتفاع استفاده میکنید و معمولا هم میایین مشخص میکنید که دیوار شما به کدوم یکی از این لول های ما اتصال پیدا کنه. اگر که من الان داخل گراند فلور پلانم باشم و از اینجا گزینه گراند فلور رو انتخاب کنم، یک اخطار به من میده، داره میگه نمیتونی اینجا دیوارت رو به گراند فلور وصل کنی. چرا؟ اخطار رو نخون. چرا منطقی نیست؟ چون خودم تو گراند فلورم، میگم دیوار رو از گراند فلور شروع کن، ببر تو گراند فلور، اینجا تمومش کن. مگه میشه همچین چیزی؟ نه. اما میتونم بیام داخل فرست فلور بگم که آقا دیوارم رو از فرست فلور شروع کن و برای من ببر وصلش کن به ترد فلور پلان. یعنی الان دیواری که من بیام اینجا ترسیم میکنم از فرست فلور شروع میشه و تا ترد فلور پلان من ادامه خواهد داشت. دیدین چقدر ساده بود؟ حالا یه چند دقیقه استراحت کنین تا من ادامهش رو بگم.
خب ببینید بچه ها، یه دونه دیوار توی نرم افزار ریویت از بخش های مختلف تشکیل شده. شما وقتی که توی پروژهتون میخواید دیوار چینی رو انجام بدید، هیچ زمان یک دیوار به صورت آماده وجود نداره که یک سمتش نما باشه، یک سمتش گچ باشه، وسطش بلوک باشه. همه رو میان توی واقعیت لایه لایه و ذره ذره میان اجرا میکنن. توی نرم افزار ریویت هم دقیقاً قصه همین هست. یعنی اینکه مثلا وقتی یک دیوار رو میخوان بکشن، مغز دیوارش میتونه مثلا بلوک سبک باشه، روش یه لایه مثلا پلاستر میتونه بیاد، رو این قسمت میتونه گچ اندود بیاد طی دو لایه و و و, و چیزهای شبیه این. از این ور ممکنه ایزوگام بیاد این قسمت، از این ور ممکنه لایه آجرت اجرا بشه و چیزهای شبیه این. زمانی که شما این کار رو بیاین انجام بدید، مجموعه اینها یه دونه دیوار رو توی نرم افزار ریویت میاد تشکیل میده. اینکه چطور ما باید لایه‌های مختلف رو توی ریویت بیاییم تعریف کنیم، این میمونه مال جلسات آینده که من به تو آموزش میدم. الان توی این مثالی که اینجا برات باز کردم نگاه کن، دیوار من این قسمت تشکیل شده از یه لایه پلاستر، این قسمت کوچیکی می‌بینی، این قسمت آبی که داری می‌بینی ایر ترمال ایر لایر هست، اینجا یک لایه عایق رو اومده کار کرده، اینجا اومده آجر رو گذاشته، اینجا اومده یک لایه عایق و مجددا یک لایه عایق و اومده یک لایه فلز رو تو این قسمت کار کرده. متوجه شدین چی شد؟ هر دیوار رو که توی نرم افزار ریویت داری ترسیم می‌کنی، یادت باشه دو تا بخش داره، یه دونه بخش اینتریور، یه دونه بخش اکستریور، بخش داخلی و بخش خارجی، که این بخش اینتریور و اکستریور به شدت بخش مهمیه. نکته بعدی که در رابطه با دیوار وجود داره اینه که وقتی که تو داری دیوار رو ترسیم می‌کنی، الان توی همین دیواری که من کشیدم، مغز دیوار من چی بوده بچه ها؟ مغز دیوار من همون بلوک فرض کن سبک، بلوک لیکا یا نمیدونم آجر یا هر چیز دیگه ممکنه باشه. مغز دیوار من تشکیل شده از این قسمت. ما مغز دیوار رو اینجا توی نرم افزار ریویت با استفاده کردن از کور میاییم نشون میدیم. یعنی همیشه مغز دیوارمون رو به صورت شاخص برای اون میاییم مشخص میکنیم و میگیم از این مغز به سمت داخل بخش اینتریور و از این مغز به سمت بیرون میشه بخش اکستریور. متوجه شدین چی شو؟ زمانی که شما میخواییم بیاییم توی نرم افزار ریویت دیوارتون رو ترسیم کنید، اگر که من بخوام بهت نشون بدم، یک بخشی اینجا داریم تحت عنوان لوکیشن لاین، که این بخش لوکیشن لاین میتونه بیاد موقعیت دیوار ترسیم شده رو براتون مشخص کنه. یعنی چی؟ اول نگاه کن، اگه من بیام داخل تب آرشیتکچر این قسمت، بیام داخل زیر مجموعه پنل ورک پلان این قسمت وجود داره، یک گزینه‌ای داری تحت عنوان ریفرنس پلین که باز هم از شورتکات استفاده کن که برای استفاده کردنش میایی تایپ میکنی ریفرنس پلین RP. ریفرنس پلین در واقع برای شما یک سری خطوط کمکی یا صفحات کمکیه که ما ازشون به شدت میایم کمک میگیریم. الان که ریفرنس پلین رو من اومدم فعال کردم با کلیک کردن روی نقطه اول و کلیک کردن روی نقطه دوم، اومد یک خط چین سبزی رو برای من اینجا مشخص کرده که من دوست دارم از این خط کمکی بیام کمک بگیرم و دیوارم رو دقیقاً روی این خط بیام ترسیم کنم. دو سه بار اسکپ بزنم خارج، فرمان وال رو بیا من فعال کنم. الان که من فرمان وال رو اومدم فعال کردم، میتونم بیام خب دیوار رو ترسیم کنم. ببین یک بخشی اینجا وجود داره که من هنوز به تو یاد ندادم که قرار جلسه بعد راجع بهش صحبت کنیم، بخش تایپ پراپرتی یا نوع دیواره. الان دیوار من یک دیوار جریک ساده است، من میتونم دیوارم رو مثلا یک دیوار دیگه بیام اینجا بکشم. الان که این دیوار دومی رو من کشیدم، تنها تفاوتی که به نظر میاد با دیوار اولی داره اینه که ضخامتش بیشتره. اما اگر من بیام این قسمت پایین داخل قسمت دیتیل لول رو باز کنم و دیتیل لولم رو روی فاین قرار بدم تا جزئیات من رو روی حد اکثری ترین حالت نشون بده، متوجه میشیم که این دیوار جزئیات بیشتری نسبت به این دیوار داره. و اگر من بیام ویژوال استایل یا حالتهای بصری رو روی گزینه کانسیستنت کالر این قسمت قرار بدم تا به صورت رنگی به من جزئیات بیشتر رو الان نشون بده.
متوجه شدین چیکار کردم من؟ این دیواری که الان اینجا وجود داره رو اگر که من بیام انتخاب کنم که توی جلسات بعدی در آینده یاد میگیری و بیام داخل قسمت ادیت تایپ و بگم استراکچر یا سازه دیوار رو از اینجا مشخص کنم، اینها میشن تمام اون لایه هایی که من الان اومدم براتون اینجا صحبت کردم، تمام لایه ها رو داره اینجا به شما نشون میده. این لایه هایی که در این قسمت میبینی مغز دیوارت که از بلوک، آجر یا هر چیز دیگه باشه، ما بین این دوتا کور باندری برای ما اینجا قرار داده که دقیقا همون لایه کور یا هسته مرکزی دیوار بود. اوکی تا اینجا؟ زمانی که من فرمان وال رو بیام فعال کنم و از این دیوار جدیده بیام استفاده کنم، اگر که لوکیشن لاین من روی وال سنتر باشه چه اتفاقی میفته؟ دیواری که برای شما ترسیم میکنه دقیقا نسبت به مرکز دیوار، یعنی اگه ضخامت دیوار من 20 سانتی متره، 10 سانتی مترشو اون ور خط، 10 سانتی مترشو این ور خط میندازه. گرفتین چیشو؟ اگر من بیام این لیست رو باز کنم و لوکیشن لاینم رو روی گزینه کور سنتر لاین قرار بدم، کاری که میاد انجام میده میاد دقیقا دیواری رو که برای ما ترسیم میکنه نسبت به مرکز هسته دیوار ترسیم میکنه. مرکز هسته دیوار ما لزوما وسط دیوار نیست. وقتی تو یک دیوار داری میکشی که از بلوک ساخته شده، یک سمتشو 5 سانتی متر میای نما کار میکنی و اون ورشو 2 سانتی متر میای اینجا اندود گچ کار میکنی، خب نتیجتا الان مرکز دیوار با مرکز هسته دیوار متفاوته. زمانی که تو داری از گزینه کور سنتر لاین استفاده میکنی، کاری که میاد انجام میده دقیقا میاد نسبت به مرکز هسته دیوار برای شما ترسیم میکنه. یعنی وقتی که من بیام الان این رو ترسیمش کنم، دیوار رو برای من نسبت به مرکز هسته که الان با رنگ خاکستری این هسته من و مرکزش اینجا مشخص میشه. گرفتین چیشو؟ گزینه بعدی که ما اینجا داریم گزینه تحت عنوان فینیش فیس اکستریور و فینیش فیس اینتریور، این دوتا چی هستن؟ اگر شما از فینیش فیس اکستریور یا فینیش فیس اینتریور استفاده کنی، میاد دقیقا دیوارت رو از جایی که قسمت خارجی یا داخلی دیوار تموم شده دیوار رو شروع میکنه ترسیم کردن، یعنی دقیقا اینجا و اینجا. فهمیدین چی شو؟ زمانی که من بیام الان لوکیشن لاین رو روی فینیش فیس اکستریور بذارم و ترسیم کنم، دیوار من این شکلی ترسیم میشه. اگر من بیام لوکیشن لاین رو روی فینیش فیس اینتریور بیام قرار بدم، دیوار رو میاد این شکلی نسبت به جایی که داخل من تموم شده برام ترسیم میکنه. حله؟ گزینه بعدی که این قسمت داریم گزینه تحت عنوان چی؟ تحت عنوان کور فیس اکستریور. تو به من بگو کور فیس اکستریور چجوری ترسیم میکنه؟ دقیقا آی زنده باد. کور فیس اکستریور میاد دقیقا از جایی که هسته تو تموم شده به سمت چی؟ اکستریور یا قسمت خارجی، دقیقا از اینجا میاد ترسیم میکنه که میشه این قسمت. و کور فیس اینتریور از جایی که این قسمت دیوار خارجی من به سمت اینتریور من تموم شده دیوار رو شروع میکنه به ترسیم کردن. ببینیمش. زمانی که من بیام اینجا لوکیشن لاینم رو روی گزینه کور فیس اکستریور قرار بدم، زمانی که ترسیم کنم اینجا میاد ترسیم میکنه، دقیقا از جایی که هسته تموم شده به سمت اکستریور رو من ترسیم کرد در این من. و زمانی که من این رو روی کور فیس اینتریور بیام قرار بدم، دیوار رو برای من از جایی که هسته من تموم شده و به سمت اینتریور یا داخلی دارم میدم میاد برای من ترسیم میکنه. یادش گرفتین چی شد بچه ها؟ این گزینه لوکیشن لاین به شدت به درد بخوره و باید ازش استفاده کنید. ببین زمانی که شما به مرحله دیوارچینی میرسین توی ساختمانتون، وقتی که اومدین اسکلتتون رو اجرا کردین، فرق نمیکنه اسکلت شما فلزی باشه، بتونی باشه، هر چیزی که باشه، وقتی اومدی این رو اجرا کردی، اتفاقی که میفته میای وال پستاتو کار میکنی که بهتون میگم وال پست چیه، و بعد از اون دیوار چینیتون رو انجام میدی.
دیوارچینی که انجام میدید اگر که فرض کن من بیام با رنگ مشکی بذار این ور زخیم بکشم ببینی، اگر فرض کن الان اینجا این کف ما باشه، اینم کف طبقه بالا باشه، دقت کن تو ریویت به اینا نمیگیم سقف، این کف طبقه پایین، این کف طبقه بالا باشه، زمانی که میخوان دیوار چینی کنن مغز دیوار رو کجا میان قرارش میدن بچه‌ها؟ دقیقاً اوبلب این، متوجه شدی چی شد؟ مغز دیوار همباد با این قرار میگیره که الان اینجا اومده از یه بلوک سبک استفاده کرده، متوجه شد این چی شد؟ این میشه مغز دیوار. حالا من چرا اومدم همچین چیزی رو الان به تو گفتم؟ تصور کن که تو بعداً توی ریویت با استفاده کردن از مثلا فرمان فلور که اندوز شما ها نمیدونی چیه و لطفاً هم نرید سراغش، میایین اینجا فلورتون رو ترسیم میکنید، خب چقدر خوب و عالی. زمانی که اومدین این فلور رو ترسیم کردید یا کف رو اومدین ترسیمش کردید، با فرمان وال میخواییم بیاین الان دیوار رو اجرا کنید. چرا وقتی من فرمان وال رو دارم اجرا میکنم فرمان وال برام اجرا نمیشه؟ قضیه چیه؟ قضیه اینه که کیبورد من فارسیه، اگر من شیفت رو بگیرم و آلت رو بزنم کیبورد من انگلیسی میشه. زمانی که من فرمان وال رو اجرا کردم باید بیام سر وقت لوکیشن لاین ها، زمانی که من از وال سنتر بیام ترسیمش کنم این دیوار رو، آیا دیوار درست ترسیم شد برای من؟ نه خیر، چون مغز دیوار باید اوورلپ با لبه فلور من بشه. قبول دارین این رو؟ مجددن اگه من فرمان وال رو بیام فعال کنم، اگر از گزینه بعدی کور سنتر لاین و بقیه استفاده کنم، باز هم دوچار مشکلم بود. اما اگه من بیام الان مثلا روی کور فیس اینتریور قرار بدم و بعد بیام ترسیم کنم دیوار من چی شد؟ افتاده بیرون، این هم اشتباهه. اما اگه روی کور فیس اکستریور بیام قرار بدم و دیوار رو بکشم، دقیقاً دیوار رو جایی که باید باشه ترسیم میکنه، یعنی دیوار بلوکی من مغز دیوار رو هم راستا با کف ترسیم کرد برای من. این یه نکته به شدت مهمه بچه ها، این یه نکته به شدت مهم و تأثیر گذاره. الان اینجا مغز دیوار من بلوک من دقیقا همباد با لبه اینجا برام قرار گرفته، متوجه شدید این چی شد بچه ها؟ خیلی 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 نکته مهمیه و بسیار برای ما اهمیت داره. حله؟ حالا ما اینجا کاری که اومدیم انجام دادیم، اومدیم دو تا دور ریفرنس پلین رو اومدیم کشیدیم، توی خونه میتونی ترسیم کنی با استفاده کردن از فرمان وال. کاری که من میام انجام میدم، میام یه دونه از این دیواره شلوغ پلوغ و پرجزئیات رو انتخاب میکنم و طبق دستورالعملی که اینجا داره میام قرارش میدم روی وال سنتر لاین، پس میذارمش روی وال سنتر لاین ترسیم میکنم. خب دیوارم رو میام از اینجا تا اینجا ترسیمش میکنم، فرض کن طولش رو من 3 متر بگیرم، پس تایپ میکنم 3 اینتر، از اینجا میارمش پایین و این خودش هم راستا میشه، اسکپ رو بزنم. گزینه بعدی گفته دیوار رو بکش روی حالت کور سنتر لاین، پس این رو قرار میدم روی کور سنتر لاین و دقیقا میام یه دیوار به طول 3 متر ترسیم میکنم، میام پایین و اینجا. گزینه بعدی حالت‌های مختلف رو اومده گفته که ما اومدیم قبلا همه‌شون رو ترسیم کردیم. اوکیه؟ زمانی که اینها رو ترسیم کردیم، خب طبیعتاً یکیش نسبت به این خطه نگاه کن بالاتره، یکیش پایین‌تره. من کاری که انجام میدم میخوام همه اینها هم راستا بشن. چجوری میتونم بیام همه‌شون رو هم راستا کنم؟ کاری که من میتونم انجام بدم، مثلا این دیوار رو انتخاب کنم، وقتی انتخاب کردم با کلیک و درگ بردارم بذارمش اینجا، زمانی با کلیک و درگ برش دارم خودش اومد هم راستا کرد، دوباره سلکتش کنم با کلیک و درگ، یعنی کلیک سمت چپ موس رو نگه میدارم، من موس رو به سمت بالا پایین حرکت میدم و رها میکنم. الان که من این کار رو انجام بدم دقیقاً هم راستا قرار میگیره. بعدی با کلیک و درگ یه ذره میارم بالا، آقا اگه نگرفت بیار پایین، رهاش کن، از پایین بردار ببر بالا، تا دقیقاً همه اینها هم راستا بشه، متوجه شد این چی شد؟ پس در نتیجه من الان این رو میارم بالا رها میکنم و بعد این رو میارم اینجا تا درست قرار بگیره. وقتی همه اینها رو هم راستا کردم، من کاری که الان من انجام میدم، میخوام برم یه دایمنشن بذارم. دایمنشن ها رو بعدا درس میدم، اما علل حساب بدون تو زیر مجموعه انوتیشن ها تمام دو بودی های ریویت وجود داره که داخل این دو بودی های ریویت دایمنشن ها قرار داره.
من با استفاده کردن از دایمنشن الاینی که اینجا وجود داره میتونم بیام مثلا نقطه اول و دوم رو بیام اینجا کلیک کنم تا دقیقا طولش رو بیاد به من بده، دوباره بیام نقطه اول و دوم رو کلیک کنم طولش رو بهم بده که ما قبلا این کار رو انجام دادیم. اوکیه تا اینجا؟ گاهی وقت ها شما میخواییم بیاییم دیوارتون رو انتخاب کنیم و بگید این دیوار رو برعکسش کنه. یعنی چی؟ یعنی قسمت اکستریورش بیفته داخل، اینتریور بیفته بیرون. متوجه شدی چی شو؟ من کاری که میخوام انجام بدم میام با انتخاب کردن دیوار روی این آیکون کلیک میکنم، جهت دیوار چرخید، اکستریور افتاد داخل، اینتریور افتاد بیرون. فهمیدی چی شو؟ یا با انتخاب کردن دیوار کلید این صدای چیه؟ اسپیس رو میذارم، اسپیس کیبورد رو میذارم تا برعکسش کنه. این کار ساده تره. پس وقتی که من بیام دیوار رو انتخاب کنم و اسپیس بذارم جهتش برمیگرده. گرفتی چی شو؟ همینجا یه سوالم از تو بپرسم، چجوری کل دیوار رو بگیرم همش رو یه جا بچرخونم؟ موس رو قرار بدم روی دیوار، خب بعد کلید آیزندبار تب رو بیازنم، وقتی که کلش پریسلکت شد بیام چیکار کنم؟ کلیک کنم که انتخاب بشه. حالا که انتخاب شد چیکار کنم؟ اسپیس رو بزنم. به همین آسونی. زمانی که شما داری از حالت وال سنتر لاین استفاده میکنی، چون نسبت به مرکز دیوار ترسیم شده، اتفاقی که میفته وقتی اینتریور و اکستریورش هم جابجا بشه همون 3 متر فاصله رو اینجا داریم. اما وقتی که کور سنتر لاین اومده ترسیم شده نسبت به کور برعکس میکنه. یعنی وقتی من اسپیس رو بزنم برگرده شد 2.83 متر. اگه فینیش فیس اینتریور یا اکستریور رو من بیام برعکس کنم جهت دیوارها، اینجا هم نگاه کن همون داستان پیش میاد. پس توی تمامی اینها نسبت به اون لوکیشن لاینی که ترسیم شده داره براتون برعکسش میکنه. پس در نتیجه متراژ شما الان اینجا تغییر خواهد کرد. فهمیدین چی شو؟ خیلی نکته مهمی بودا. اما آیا راهکاری وجود داره که من بتونم بیام جهت دیوار رو تغییر بدم بدون اینکه این 3 متر تغییر کنه؟ بله، خیلی ساده است. زمانی که من بیام مثلا راجع به این یکی با کلید تب کلش رو انتخاب کنم و بعد کلیک کنم با موس که کلش سلکت بشه، داخل پنجره پراپرتی این قسمت گزینه لوکیشن لاین رو اومده براتون اینجا گذاشته. الان گزینه لوکیشن لاین من روی فینیش فیس اینتریور هست. اگر من این رو باز کنم قرارش بدم روی وال سنتر، یعنی همون اولیه که درست بود، اتفاقی که میفته الان لوکیشن لاین اینم شد وال سنتر. حالا که من کلش رو انتخاب کنم اسپیس رو بزنم، جهتش تغییر میکنه بدون اینکه متراژش عوض بشه. گرفتین چی شو؟ آیا من میتونم بیام کل دیوارهام رو انتخاب کنم؟ خب بعد از اون که انتخاب کردم تمام دیوارها رو لوکیشن لاینشون رو عوض کنم؟ بله. چجوری؟ زمانی که من بیام اینجا اینا رو با این پنجره کراس انتخاب کنم، همه چی انتخاب میشه، ریفرنس پلین ها، نوشته ها، اندازه گذاری ها. وقتی که همه اینها انتخابه، اگه رو فیلتر بالا کلیک کنی میتونی با زدن چک نان بگی هیچ کدوم این انتخاب نشه، فقط به جای دایمنشن ریفرنس پلین تکست نوت بیا والو انتخاب کن، والو چک بزن و اوکی کن. گرفتی چی شد؟ فقط دیوارا رو نگه داشت برام. حالا با رفتم به صفحه اینستنس پراپرتی این قسمت، من میتونم لوکیشن لاین همشون رو باز کنم، از اینجا قرار بدم روی وال سنتر لاین. الان که شد وال سنتر لاین، هر کدوم رو که من بیام اینجا انتخاب کنم اسپیس رو که بزنم، دیگه اون جهت ها تغییر نخواهد کرد. فهمیدین چی شد؟ اندازه ها دیگه تغییر نمی کنه. فهمیدینش چی شد؟ خیلی مهمه بچه ها، خیلی مهمه ها، حتما اینا رو با دقت کار کنید. حالا دقت کنید، الان که شما لوکیشن لاین رو یاد گرفتیم، من بیام سر وقت ادامه فرمان وال ببینم دیگه چی داره بگم، تمومش کنیم بره. زمانی که من فرمان وال رو بیام اینجا فعال کنم، یه گزینه‌ای داریم تحت عنوان چین. چین به معنی زنجیرواره، یعنی وقتی من دارم دیوار رو میکشم پشت‌بردش نگاه اینور بکشه اینور بکشه، به صورت زنجیروار بیاد اینجوری در یه امتداد که نه در جهت‌های مختلف ترسیمش کنه.
من با برداشتن چک مارکت چین میتونم بگم زنجیروار نباشه، یعنی این رو ترسیم کرد تمام، این رو ترسیم کرد تمام، این یکی رو ترسیم کرد تمام، این یکی رو ترسیم کرد تمام. پس در نتیجه اگر چین رو برداری دیگه زنجیروار نمیکشه، با فعال بودن گزینه چین به صورت زنجیروار میاد دیوارا رو ترسیم میکنه. راجع به گزینه آفست قبلا اومدیم صحبت کردیم، گزینه رادیوس هم اومدیم بهت گفتیم، اما این رو بدون زمانی که شما از این گزینه رادیوس بری استفاده میکنی، اگر یک رادیوس بری مثلا یک دیوار رکتانگل بکشی، گوشه های کار رو میاد برای شما رادیوس میده یا در واقع شعاع ایجاد میکنه. گرفتی چی شو؟ زمانی که داری دیوار رو ترسیم میکنی، وقتی که من بیام این رو ترسیم کنم بیام پایین، نگاه کن این ذاتن دیوارها از هم جدا هستن. منم اینجا ببین بامزه، اینجور وقتا قفل میشم. من نگاه کنید بچه ها، دیوارها ذاتن از هم جدا هستن، به هم دیگه جوش داده نیستن. فهمیدین چی شو؟ اما وقتی من کلیک میکنم جوشش میده. چجوری؟ با استفاده کردن از گزینه جوین استاتوسی که اینجا وجود داره. اگر رو گزینه الاو باشه به معنی اینه که اجازه جوش دادن دیوارها رو به هم داشته باشه، اما اگر روی دیس الاو بذارمش من، باعث میشه دیوارهای من به هم جوش داده نشه. میبینی دیوارام جوش داده نمیشه؟ چیکار کنم؟ درست شه؟ مال جلسات آینده است. حل آخرین بخشی رو که باید امروز یاد بگیرید اینه که آقا زمانی که من یک دیوار رو بیام ترسیم کنم، وقتی که این دیوار رو انتخاب کنم داخل پالت اینستانس پراپرتی، یعنی این قسمت اینجا، من یه سری پارامتر دارم که میتونم بیام ویرایشش کنم. مثلا چی؟ مثلا من میتونم بیام به سادگی این دیواری رو که الان ترسیم کردم رو بگم که آقا لوکیشن لاینش کجا باشه، هر جا دوست داریم بزنیم. بگم آقا جان بیس کانسنتریشنش کجا باشه، یعنی این دیوار من از کجا شروع بکنه به ترسیم کردن، الان روی گراند فلوره. اگر بذارمش روی سکند، یعنی از سکند ترسیمش کنه. وقتی از سکند ترسیمش کنه همچین چیزی شدنیه؟ از سکند یه دفعه برسه به این؟ نه. پس وقتی که من موس رو از داخل پنجره پالت پراپرتی بیرون میارم، اتفاقی که میفته اخطار میده. چرا وقتی از پنجره پالت پراپرتی بیرون میارم؟ چون تازه وقتی از این پنجره بیرون میارم اعمال میکنه. متوجه شدین چی شو؟ من اگه لوکیشن لاین رو قرار بدم روی فرست فلور پلان، باید گزینه تاپ کانسنتریشن، یعنی قسمت بالای دیوارم رو بگم به کدوم لول وصلش کنه بچه‌ها که درست کار کنه، یا گزینه سکند یا ترد. یعنی اگه من روی ترد فلور قرار بدم موس رو از این پنجره بیارم بیرون، درست کار میکنه. فهمیدی چی شو؟ پس من با استفاده کردن از بیس کانسنتریت میتونم بگم ابتدای دیوار من کجا باشه، و با استفاده کردن از تاپ کانسنتریت میتونم بگم بالای دیوار من کجا قرار بگیره. خیلی ساده است. دیگه چی داریم بچه ها این قسمت؟ ما یک گزینه ای داریم اینجا تحت عنوان بیس آفست. بیس آفست چی کار میکنه؟ کاری که بیس آفست برای ما انجام میده خیلی ساده است. میاد یک آفست یا فاصله نسبت به نقطه شروع ایجاد میکنه. یه زمان هست ساختمونت رو، دیوارات رو کورسیچینی کردی و بردی بالاتر، با استفاده کردن از بیس آفست میتونی نقطه شروع دیوار رو مثلا 30 سانتی متر بدی. چرا 30 سانتی متر دادم اعمال نشد؟ چون موس باید از پنجره پراپرتی بیاد بیرون. آفرین بهتون. حالا اینجا تاپ آفست داریم این قسمت. تاپ آفست چیکار میکنه برای ما؟ از بالا فاصله میده. اگه 30 سانتی متر بدم، 30 سانتی متر میره بالا یا میاد پایین؟ تست کنیم. میره بالا، مثبت دیگه. اگه اینجا بدم منفی 30 سانتی متر چه اتفاقی میفته؟ نسبت به قسمت تاپش که روی فرست فلوره میاد پایین. متوجه شدین چی شو؟ اگه من بیام تاپ کانسنتریشن رو روی آن کانکتد اینجا قرار بدم، یعنی چی؟ یعنی بالای دیوار رو به هیچی وصل نکن. خب به کجا وصل شه؟ بره به ارتفاع مثلا 6 متر برسه، به همین آسونی. اگرم قرارش بدم روی فرست فلور، به فرست فلور برای ما وصل میشه. یک گزینه روم باندینگ داریم مربوط به محاسبه متراژ فضا هست و غیره و زالک که بعداً راجبش میایم صحبت میکنیم. یک گزینه کراس سکشن داریم اینجا که میگه سطح مقطع دیوار چی باشه. بذار بهت نشون بدم.
این دیواری که الان ما اینجا اومدیم ترسیم کردیم رو من با استفاده کردن از ابزاری که به درس ندادم، یعنی ابزار سیکشن، میام چیکار میکنم؟ میام برش میزنم. خب وقتی که من سیکشن رو انتخاب کنم، نقطه اول و دوم رو بهش بدم و کلید اسکپ رو بزنم که خارج بشه، اومد برای من دیوار رو برش زد. روی این آیکون که دوبار کلیک کنم، برش خورده دیوار رو نشون میده. دیتیل لولش رو میذارم روی فاین و گزینه ویژوال استایلش رو روی حالت کانسیستنت کالر میذارم. این دیوار من برش خورده. حالا زمانی که دیوار رو انتخاب کنم، گزینه کراس سیکشن روی ورتیکال باشه، یعنی یک دیوار عمودی معمول رو داشته باشه. اما اگه روی اسلنتد باشه، یعنی دیوار من شیب دار بشه. به چه صورت؟ زمانی که من اسلنتدش میکنم، فقط کافیه یک زاویه بهش بدم، مثلا 15 درجه، و دیوار من تحت زاویه 15 درجه شیب دار بشه. حله؟ یک گزینه دیگه داره تحت عنوان تیپر که اگه انتخابش کنم الان کار نمیکنه. چرا؟ چون گزینه تیپر میتونه مخروطی شکلش کنه دیوار رو، اما قبلش با درسایی که بعداً به تو میدم باید بیایم داخل بخش استراکچرها تعریف کنیم، بگیم اگه دیوار من مخروطی شد، مخروطیش از این لایه استراکچر شروع بشه یا از هر لایه دیگه. وقتی که این کار رو من انجام بدم و تیپر رو انتخاب کنم، میتونم بیام اینجا بگم یه زاویه 15 درجه از این و یه زاویه 15 درجه از اون ور. ببین چی شد؟ نسبت به همون لایه‌ای که وریبلش کردم، اومد برای من مخروطی شکلش کرد. در همین حد فعلا بدون تا بعداً درسشون بدم. برگردیم سراغ دیوار ورتیکال. گزینه بعدی استراکچرال که سازه‌ای میشه دیوارمون. بعد گزینه دایمنشن لنت و اریا و والیومش رو داده، گفته طول دیوارم 7 متره، این قسمت 24 متر و والیوم یا حجمش هم 8 متر مربع هست این دیواری که اینجا کشیدیم. ایدنتیتی دیتا، میتونی برای این دیوار بیا یک تصویر تعریف کنی، یک کامنت بنویسی، مارک حالا بعدم بهت میگم و دیگه خلاص. این شد چی؟ این شد طریقه ترسیم کردن دیوار. تا اینجا فهمیدین؟ تمرینی که برای جلسه آینده دارید یه تمرین خیلی ساده است. کاری که انجام میدید، میرید یه دونه پروژه های دانشگاهیتون رو برمیدارین، یه پروژه کاملا گوشه دار خب برش میدارین و شروع میکنین در و دیواراش رو به ترسیم کردن توی لیول های مختلف. یعنی اول اگه پروژهتون دو طبقه، سه طبقه است، هر چی که هست کوچیک باید باشه، اون پروژه رو برمیداریم و شروع میکنیم به ترسیم کردن. یعنی مثلا من توی گراند فلور پلانم فرمان وال رو میام اجرا میکنم. زمانی که اجرا کردم پروژه من این شکلیه. اول از همه فعلا همون دیوار بیسیک رو استفاده کنیم، دیوار عجیب غریب نمیخواد استفاده کنیم. من بیام اینجا نگاه میکنم تو نقشه، میبینم از این ور 10 متر رفته جلو. تو نقشه نگاه میکنم از این ور، میبینم بنزه 5 متر رفته جلو. تو نقشه میام نگاه میکنم، میبینم از این ور بنزه 6 متر رفته جلو. تو نقشه میام نگاه میکنم از این ور بنزه اینقدر رفته جلو. اول نگاه، چرا اینجا اینجوریه؟ آفرین، جوین استاتوسش درست نیست. یعنی من فرمان وال رو از اول فعال کنم، جوین استاتوسمو اینیبل کنم، شروع کنم از اول ترسیم کردن. من جوین استاتوسمو که الان الاو کردم، میتونم بیام به سادگی این در دیوارا رو ترسیم کنم اینجا، و بیام اینجا، اینم از این، اینم از این. طبق پلن اتوکدیم این رو ترسیم کردم. وارد فرست فلور پلانم میشم، طبقه بعدی دارم دیواره گراندم رو میبینم دیگه. توی نقشم نگاه میکنم، میبینم آقا جان توی بعدی من مثلا از اینجا ترسیم شده، اومده بالاتر، از اینجا اومده اینجا. مثلا نگاه کن، نمیتونم الان هم راستاش کنم، فعلا توی اتوکد نگاه میکنم ببینم با چه مشخصه ای ترسیم شده. به هر سختی که هست فعلا میایین ترسیمش میکنین این رو، هر چقدر کج و کله، اینم میشه طبقه دوم، طبقه سوم، چهارم، پنجم، و در نهایت به این شکل روی هم در دیوارا قرار میگیره. هدف از انجام این تمرین استفاده کردن از فرمان وال، استفاده کردن از فرمان لیبل و مسلط شدن به اونه. سوالی نیست؟ خسته نباشید.